اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار، ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى، قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عزيزان سروران گران قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستیم که شما برنامه از برنامه های عقیده در پرتوی قرآن و سنت با بسیار اخلاص و محبت گوش میگیرین. اخلاصی که اساس از او ایمان به خالق متعال سبحانه و تعالی هست. ما و شما مسلمان ها دوست و برادر یکی دیگه هستیم. انما المؤمنون اخوه. وقتی مؤمنان برادر یک دیگر هستند، هر سخن یک دیگر را با بسیار محبت و دوستی گوش میگیرند و همیشه مسلمان به مسلمان دیگر خیر طلب میکنه و طلب خیر امی هست که ما آنچه که حق است به خدمت دوستان او را برسانیم. و خالق متعال وقتی بر ما فرصت عمر داده، فرصت بسیار خوبی داده که ما بتانیم از اشتباهات گذشته بگذاریم و آینده توحیدی خود به شکل بسیار خوبش آغاز بکنیم. حتی اگر احیانا کسی در شرک هم مبتلا باشم، و بدون شک در عصر فتنه ها انسان در شرک زیاد، رسول الله صلی الله علیه و آله که مثل دبیب نمل است، انسان نافهمیده گاه گاهی در شرک مبتلا میشه و خودش هم احساس میکنه که والله این یه پک زد، این خو مسئله شرکی هست و من در این مرض مبتلا هستم. شرک وقت بخشیده نمیشه که انسان با شرک از دنیا بره، اما اگر انسان فرصت پیدا بکنه در زندگی دنیا از هر گناهی که ولو کفر شرک هم باشه توبه بکنه و صادقانه به بارگاه الله مراجعه بکنه، الله او را میبخشه. پس انسان مسلمان نباید از رحمت الله ناامید شوه و وقتی که اشتباهی داشت، ولو که اشتباهی از شرکی هم باشه و مبتلا به شرک هم باشه، بازم میتونه که دوباره به بارگاه الهی رجوع بکنه و تعهدات خود با خالق متعال مستحکم بسازه. و ان شاء الله این تعهدات خوب است که سبب میشه که سعادت دنیا و آخرت نصیب ما و شما انشاءالله و تعالی شما. دوستان عزیز و گران قدر، موضوع امروز ما موضوع توحید تشریح هست. تشریح دوستان عزیز در زبان عربی از شرع گرفته شده که شرع در زبان عربی جای نوشیدن آب میگن یا چشمه‌ای که محل سیراب شدن از آب است. و شریعت و تشریع، چرا ایره نامش شریعت میگن؟ ایره اگر دقیق تر فکر بکنیم، بخاطر ازی شریعت شریعت میگن که در شریعت الهی همی قسم که انسان تشنه به آب نیاز داره و اگر آب برش نرسه هلاک میشه، و اگر انسان بدون شریعت الهی زندگی بکنه، ای هم از گمراهی هلاک میشه. شریعت مثل آب است که انسان سیراب میکنه، از هلاکت نجات میده. بناهن شریعت شریعت میگن به خاطر ازی که کسانی که تشنه رحمت الهی هستن توسط شریعت سیراب میشه، که الله متعال ما و شما را از شریعت خود سیراب بگردانه. دوستان عزیز، تا
تشریع در اصطلاح علمای عقیده میگن که آنچه که از جانب الله هست و برای بنده هایش فرستاده شده است، خواه عقیده باشه، عبادت باشه، اخلاق باشه، معاملات باشه و تمامی نظام های اعتقادی، عبادتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تعلیمی، تربیوی، عسکری، مالی و فرهنگی، تمام نظام های الهی را شامل میشه. و به چی هدف؟ به هدف تحقیق سعادت دنیا و آخرت. پس در شریعت سعادت دنیا و آخرت است. الله سبحانه و تعالی بر ما مسلمان ها تعلیم داده که بگوییم ربنا، ای پروردگار ما، آتنا فی الدنیا حسنه، بر ما در دنیا حسنات نصیب بکن، و فی الاخرت حسنه، و در آخرت هم حسنات نصیب بکن، و قنا عذاب النار. پس انسان مسلمان مؤمن هم حسنات دنیا را برش الله نصیب میکنه و هم حسنات آخرت. انسان با سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت نائل میشه به شرطی که از شریعت الهی استفاده بکنه. دوستان عزیز، نامهای توحید تشریعی، این علما نامهای مختلف ذکر کردن و هر نام از یک فلسفه یا حکمت خاص خود داره. مثلا یکی از نامهای از این توحید اطاعت است. چرا این توحید اطاعت میگن؟ به خاطر از این که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میگه که و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. و من یطع الله و رسوله، و هر کسی که اطاعت از الله و رسولش نماید، فقط فاز، یقینا که دست یافته است به فوز عظیم، به پیروزی و کامیابی بسیار بزرگ. پس انسانی که موحد هست، این فقط شریعت الهی را تطبیق میکنه، شریعت الهی را، احکام الهی را تطبیق میکنه و اطاعت میکنه. به این خاطر این توحید تشریع میگن. همچنان نام دومش توحید اتباع هست، متابعت. یعنی این انسان متابعت از آنچه که از جانب الله برش نازل شده است. دلیلش سوره اعراف آیت 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. شما از آنچه که از جانب پروردگارتان نازل شده است از او متابعت بکنید. پس انسان مؤمن موحد یکتا پرست متابعت است، شریعت الهی میکنن، از این خاطر ایر توحید اتباع میگن. سومین نامش، بعضی از علما توحید حاکمیت هم ایر اطلاق میکنن. چرا؟ زیرا انسان مؤمن تحاکم به شریعت الله میکنن و حاکمیت الله را و حکم الله را بالای خود تطبیق میکنن. در آیت 57 سوره انعام میخونیم که این الحکم الا لله، حاکمیت نیست مگر مخصوص الله، حکم کردن مخصوص الله هست، و هو خیر الفاصلین، بهترین جدا کننده حق از باطل است. پس کی تفصیل میکنه و جدا میسازه حق از باطل و حکم کی؟ حکم حقیقی است که حق از باطل جدا میکنه، حکم الهی هست. چهارمین نامی که بر از این توحید میتن، توحید تشریع است. چرا؟ به خاطر از این که در این توحید فقط شریعت الله تطبیق میشه، در این توحید فقط شریعت الهی تطبیق میشه. الله سبحانه و تعالی میگه شرع لکم من الدین، برای شما تشریع نموده است از دین را که ما وصا به نوحا، که توصیه شده بود به همین گونه شریعت نوح علیه السلام. یعنی الله متعال شما را به موت یک شریعت، از این خاطر ایره توحید تشریع هم میگن. قسم پنجم، ایره توحید سیاسی میگن. چرا توحید سیاسی میگن؟ به خاطر از این که سیاست و احکام این توحید را
توحید سیاسی میگن، زیرا تطبیق شریعت الهی در نظام سیاسی اسلامی در وقت اقامه نظام اسلامی میباشد. شما ببینید در حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید، حدیثی که عن ابی هریره روایت شده، عن ابی هریره رضی الله عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا، بنی اسرائیل سیاست میکردن پیغمبران. در اینجا باید بسیار دقت داشته باشیم درباره کسانی که درباره سیاست بحث میکنن. ما دو قسم سیاست داریم، یکی سیاست شرعی الهی و یکی سیاست شیطانی ابلیسی. بعضی کسا که فرق بین سیاست الهی را نمی فهمن، ایره با سیاست شیطانی خلط میکنن و در کفر داخل میشن. ببینید سیاستی که شریعت الله را تطبیق میکنه در نظام سیاسی حکومت، این سیاست است که در رأس از او پیغمبرها بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا، بنی اسرائیل پیغمبرها سیاست میکردند. شما ببینین پیغمبرها شخصیت های معصوم هستند، چه قسم سیاست میکردند بنی اسرائیل پیغمبرها؟ مطابق ارشادات الهی. حدیث متفق علیه است که بخاری و مسلم ایره روایت کردن. به این اساس ما سیاست اسلامی داریم که در رأس از او پیغمبرها می باشن و در سیاست اسلامی ما هم در رأسش رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره حکومت اسلامی را تأسیس کردن، نظام اسلامی را تأسیس کردن و خودشان در رأس از او قرار داشتن. و بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اجماع کردند و ابوبکر صدیق رضی الله عنه را به صفت خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کردند. بعد از او عمر رضی الله عنه و بعد از او عثمان رضی الله عنه و بعد از او علی رضی الله عنه و بعد از او حسن رضی الله عنه، که اینا ای پنج شخص خلفای راشدین هستند که اینا کل از اینا در رأس سیاست بودن و سیاستی که اساس از او احکام از او از شریعت الهی گرفته می شد. خب بعضی از کسا در قسمت ارتباط اسلام با سیاست شک می کنن. سیاست تطبیق قانون است و سیاست اسلامی تطبیق شریعت الهی است. دلایل از چی هست؟ دلیل اولش از قرآن عظیم الشان است که الله سبحانه و تعالی میگه که فعلم انه لا اله الا الله. فعلم یعنی بدان که نیست هیچ کس مستحق این که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر از الله. فعلم در اولش میگه فعلم، پس بدان، فعلم پس بدان انه لا اله الا الله، نیست هیچ کسی مستحق از این که ذاتش عبادت شوه و شریعتش تطبیق شوه الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. وقت اینجا علم است که باید بدانیم دکتر عبدالله قادری او چی میگه؟ میگه معنای آن تطبیق شریعت الهی و تسلیم شدن مطلق به احکام الهی میباشد. و ما شما خواندیم که انسان مسلمان در کلمه طیبه لا اله الا الله سه تعهد میکنند. تعهد اول یا الله بغیر از ذات تو کسی دیگر عبادت نمیکنم. تعهد دومی بود که یا الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگر بالای خود تطبیق نمیکنم و قبول نمیکنم. و تعهد سومی که یا الله اطاعت از ذاتت و تطبیق شریعت تو را به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم. پس دومین تعهد مسلمان با خالقش
امی هست که بغیر از شریعت الله قانون کسی دیگه را بالای خود تطبیق نمی کنم. دلیل دوم ای هست که آیت شریف است در سوره بقره آیت 30، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، وقتی که پروردگارت برای ملائکه گفت که من در زمین یک خلیفه را میگردانم. خلیفه کسی است که اوامر الله را مطابق اوامر الله را در زمین الله مطابق احکام الله تطبیق میکنم. پس اوامر و احکام الله وقتی در زمین تطبیق میشه که در زمین الله حلال و حرام تفکیک شوه، حق و باطل تفکیک شوه، خوب و زشت تفکیک شوه، و این خوب و زشت و حلال و حرام و جایز و ناجایز خالق متعال سبحانه و تعالی این تعیین کرده و تعیین میکنه و بر مردم میفهمانه. پس خلیفه در زمین به خاطر تطبیق شریعت الهی آمده است تا این خلیفه شریعت الله را تطبیق بکنه. بناهن ای دلیل دوم ارتباط دین مقدس اسلام با سیاست و تطبیق شریعت الهی است. آیت سومی که در این راستا هست، الله سبحانه و تعالی سوگند یاد میکنه که فلا و ربک، فلا و ربک، ای آیت 65 سوره نساء هست. الله سبحانه و تعالی سوگند یاد میکنه که فلا و ربک، ای محمد قسم است به پروردگارت. اینجا انسان باید بسیار دقت بکنه که قسم است به پروردگارت. وقتی الله قسم یاد میکنه، در یک جا به تین قسم یاد میکنه، در یک جا به زیتون قسم یاد میکنه، در یک جای به بلد امین و تین و زیتون و هذا البلد الامین الله سوگند یاد میکنه، در جای دیگه الله سوگند یاد میکنه به والفجر و لیال عشر، به صبح و شبهای دهگانه، و گاهی هم الله سوگند یاد میکنه به دوحا و دوحا، و گاهی هم به عصر و العصر. اما در اینجا الله متعال به ذات ذوالجلال خود سوگند یاد میکنه. وقتی به ذات ذوالجلال خود سوگند یاد میکنه، از این معلوم میشه که موضوع بسیار دقیق و قوی هست، موضوع بسیار مهم هست که خالق متعال به دیگر چیزها سوگند یاد نکرده، به ذات ذوالجلال خود سوگند یاد کرده. به این خاطر این سوگند باید ببینیم که الله کدام موضوع مهم را بر ما مطرح میکنه که به ذات ذوالجلال خود سوگند یاد میکنه. فلا و ربک لا یؤمنون، الله میگه قسم است به پروردگارت ای محمد صلی الله علیه و سلم که اینا مؤمن نیستن. کدام مردم ها مؤمن نیستن؟ حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا زمانی ای کسانی که ادعای ایمان میکنن تو را حکم قرار ندن در اختلافات خود، چی اختلافات سیاسی باشه و یا اعتقادی باشه و یا عبادتی باشه یا تعلیمی و تربیتی باشه یا اختلافات مالی و هر چیز باشه، در تمام اختلافات خود الله سوگند یاد میکنه که یا مؤمن نیستن، در صورتی که در این اختلافات خود تو را حکم قرار ندهند که مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا چی کنی؟ مطابق ازی برشان فیصله بکنی. آیا همی کفایت میکنه که ما در اختلافات خود حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیریم تا مطابق کتاب الله و سنت رسول الله بر ما فیصله بکنه؟ میگه نه، شرط دومی هم باید داشته باشه، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، باز در نفس هایشان احساس دلتنگی از قضاوت تو نکنن، از آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فیصله کرده از این دلتنگ نشن. این بسیار مهم است. فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان ندارن مگر با سه شرط ایمان از اینا درست میشه. شرط اول ای که تو را ای پیغمبر در اختلافات خود
حکم قرار بدهند، وقتی مشکل داشته باشند به کتاب الله و سنت رسول الله مراجعه کنند. دومش وقت ایمان از اینا درست میشه که بعد از اینکه فیصله پیغمبر برشان بیان شد ولو این فیصله را قبول هم کردن، لکن باید در قلبشان حرج و تنگی نباشه. اگر فیصله پیغمبر را با دل تنگی بپذیره، باز هم اینا مشکل ایمانی دارن. خب اگر کس ایمان هم داشت و بالاخره در مشکلات خود پیغمبر حکم قرار داد و در فیصله از او دل تنگی هم نکرد، ایمانش تکمیل میشه. شرط سومی میگه باز هم باقی مانده هست. شرط سومی چی است؟ و یسلم و تسلیما، تا زمان اینا 100% تسلیم نشن. پس تسلیمی کامل سبب عظیم میشه که اینا واقعا مطابق حکم الله و مطابق شریعت الله تسلیم هستن. ای که چی دلایل دیگی در راستای ارتباط اسلام با سیاست و دلایل تطبیق شریعت الهی در جامعه داریم، در برنامه بعدی خدمت شما تقدیم میکنیم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان گران قدر قرار میگیریم، شما را به خالق منان میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار، ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار، طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى، قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار، ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار، طب حياتك.